در ازبکستان سر امام خطیب تاشکند قاری انور تورسونوف فتوا برآورده است که کسانی از خدمت کمونالی قرضدار هستند زیارت حج به آنها جایز نیست. با این مسلمانان که از حق خدمت آب، قوه برق و گاز قرضدار هستند طلب نموده است که قرضهاشان را پرداخت نمایند و نیز آگاه کرده گفت قرضداران زیارت حج رفته نمی توانند. اگر شخصی به مقدار یک سوم قرضدار باشد، حجی شخصی زیرین قبول نمی شود. ما چنین افراد را که به زیارت حج می روند به هواپیما راه نمی دهیم. در ازبکستان شخصانی هستند که نماز می خوانند، زیارت حج می روند، ولی برای استفاده بردن قوه برق حق خدمت پرداخت نمی کنند. ابراز نمود قاری انور تورسونوف در مجلس کلوب اطلاعاتی بین الخلقی تاشکند. باید قید نمود که در حقیقت اسلام به مسلمان واجب گردانید تا قرضهایش را پورا پرداخت نموده سپس به زیارت حج رود. اما اگر قرض دهنده اجازت دهد قرضدار می تواند زیارت حج نماید. اکنون به طبیعت قرض ساکنان ازبکستان از دولت بینگریم آن چگونه است؟ در حقیقت احوال خدمت کمونالی در ازبکستان خیلی حزن‌آور بوده. 10 ساله این جانب چنین دوام یافته ایستاده است. مردم کشور از نبودن قوه برق و گاز شکایت میکنند. در اکثریت ناحیه ها خلق از توقف قوه برق اضطراب میکشند که در یک شبانه روز قوه برق همگی یک چند ساعت داده میشود. در بعضی منطقه ها تا چند سال است که گاز داده نمیشود. علاوه بر این تروفه های خدمت کمونالی برای مردم حقیقتاً بلند کرده شده است. معلوم است که حکومت مفلسی اقتصادیاتش را با جمع آوری مبلغ اضافگی از مردم برای خدمت رسانی های معیشی عادی پوشانیدن می خواهد. باید قید نمود که حل معما از نگاه اسلام چنین است. آب، گاز، قوه برق، اوبیکت های استحصال کننده و رساننده های این نعمت ها ملکی عمومی بوده، نه از آن افراد جداگانه و دولت، بلکه به خود مردم متعلق می باشد. به طور مناسب مردم نباید خدمت کمونالی را از کسی با وجود نرخ های بازارگانی خریداری نماید، برعکس باید به طور رایگان استفاده برد، زیرا همه این به امت متعلق می باشد. در لایحه دستور دولت اسلامی پیش آینده که از طرف یکی از حزب های بین الخلقی تهیه شده گفته می شود. ماده 140 هر یک وکیل امت حق دارد از تمام بایگری هایی که به دایره مالکیت عمومی داخل می شوند استفاده برد. مطلقا جایز نیست که دولت به شخص برای صاحبی مالکیت عمومی یا استفاده آن رخصت داده رعیت را از آن محروم سازد.